معترضان اسرائیلی بیرون دادگاهی در شهر ساحلی برایتون در انگلستان. دادگاهی برای استماع شهادت آرنون میلچن، تهیه کننده پرنفوذ هالیوود در پرونده مربوط به فساد بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل. میلچن 78 ساله اهل اسرائیل و دوست قدیمی بنیامین نتانیاهوست. تاجری ثروتمند که از او به عنوان یکی از غول‌های صنعت سینمای آمریکا نام برده می‌شود. اما اتهامات نتانیاهو چیست و چرا یک تهیه کننده هالیوود شاهدی کلیدی در پرونده فساد دولتی نخست وزیر اسرائیل است؟ نتانیاهو تقریباً 4 سال پیش از سوی دادستان کل اسرائیل متهم به فساد و ارتشا شد. دادستان اسرائیل 3 کیفرخواست علیه نتانیاهو صادر کرد. بر اساس این کیفرخواست‌ها، نخست وزیر به کلاهبرداری، خیانت در امانت و دریافت رشوه متهم شد. بخشی از شهادت میلچن، تهیه کننده هالیوودی، به اتهام نتانیاهو مبنی بر دریافت غیرقانونی هدایا برمی‌گردد. هدیه‌هایی به ارزش چند صد هزار دلار که از جمله شامل سیگارهای گران قیمت و شامپاین بوده و نخست وزیر اسرائیل و همسرش سارا آنها را از میلچن و یک تاجر میلیاردر استرالیایی دریافت کردند. نتانیاهو اما این اتهام را قبول ندارد. او در دفاعیش گفته دریافت هدیه از یک دوست قدیمی غیرقانونی نیست. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، میلچن هم در اولین جلسه حضورش در دادگاه رابطه‌اش را با نتانیاهو از نوع رفاقتی نزدیک و برادرانه توصیف و دادن هدیه به او و همسرش را تایید کرده. به گفته میلچن، این هدیه دادن‌ها ابتدا ابتکار عمل خودش بوده، اما در طول زمان به یک امر عادی تبدیل شده. او گفته گاهی وقتها همین هدایا پاسخی بوده به درخواست‌های طرف مقابل. میلچن که تهیه کننده فیلم‌های مشهوری مانند زن زیبا، محرمانه لس آنجلس و خانم و آقای اسمیت است، یک دهه قبل دست به افشاگری درباره همکاریش با سرویس جاسوسی اسرائیل زد. موضوعی که باعث شد وضعیت اقامت او در آمریکا با مشکل مواجه شود. حالا در یکی از کیفرخواست‌های صادر شده، نتانیاهو متهم شده که در مقام نخست وزیر یک مرتبه برای حل مشکل ویزای میلچن و یک بار دیگر در جهت منافع اقتصادی او با مقامات آمریکایی لابی کرده. محاکمه خبرساز بنیامین نتانیاهو اولین محاکمه یک رئیس دولت در تاریخ 70 ساله کشور اسرائیل است. محاکمه‌ای که به عقیده منتقدان موجب شد تا او طرحی جنجالی را برای اصلاحات قضایی در این کشور ارائه کند. این طرح در صورت تصویب اختیارات دیوان عالی را برای عزل نخست وزیر محدود خواهد کرد و در واقع به رئیس دولت مسئولیت قضایی می‌بخشد. در هر صورت تلاش‌های سیاستمدار 73 ساله برای باقی ماندن در قدرت تا به اینجا به شکل‌گیری یکی از شدیدترین بحران‌های سیاسی داخلی در تاریخ اسرائیل منجر شده. بحرانی که یک سوی آن نتانیاهو و دولت راستگرای او ایستاده و سمت دیگرش احزاب مخالف دولت و مردمی معترض که نگران تضعیف نهادهای دموکراتیک در کشورشان هستند.